حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک همراه ما هستن. آقای از روز پنجشنبه وقفه های روزانه 4 ساعته در حمله به شمال نوار غزه آغاز شده. این وقفه ها تا چه میزان قادر در محافظت از غیر نظامیان مؤثر واقع بشه؟ خب این وقفه ها به اسرائیل کمک میکنه که تا حدی از اون فشار تبلیغاتی و رسانه‌ای که در منطقه و در غرب وجود داره روی اسرائیل در بعد تلفات غیر نظامیان تا حدی کاسته بشه. این امکان رو فراهم میکنه که غیر نظامیان در نتیجه این وقفه های روزانه چند ساعته بتونن برن به مناطق امن‌تر در جنوب نوار غزه تا در تیراس حملات اسرائیل قرار نگیرن. ولی خب این یک واقعیت هستش که حماس روی کشته شدن غیر نظامیان روی مسئله گروگان ها حساب ویژه‌ای باز کرده. به نوعی حماس از خون و جان مردم در غزه به عنوان اهرام بازدارندگی استفاده میکنه و هر چقدر هم که غیر نظامیان بیشتر کشته بشن در غزه، حماس بیشتر میتونه مانور تبلیغاتی و جنگ روانی ایجاد بکنه و اون رو به راه بندازه. البته اسرائیل هم این مسئولیت رو داره که کشته شدن غیر نظامیان، تلفات غیر نظامیان رو به حداقل ممکن برسونه و مذاکراتی رو هم با آمریکایی داشته و خود آمریکایی‌ها از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیرش به اسرائیل پیشنهاداتی رو به مقامات اسرائیل داد، از جمله که در انتخاب اهداف دقت بیشتری بکنن، از طریق جمع‌آوری اطلاعات، از بمب‌های کوچکتر حتی امکان استفاده بکنن و از حتی شده از تعداد حملات هوایی خودشون بکاهن. چون الان جنگ وارد فاز جنگ شهری و تونلی شده، به احتمال زیاد نسبت به اون سه هفته اول جنگ ما حملات هوایی جدی نخواهیم دید از طرف اسرائیل. احتمالاً حملات ادامه خواهد داشت ولی کمتر خواهد شد. و یه مسئله بسیار مهم برای اسرائیل اون مسئله بیمارستان اشرفا هستش، چون حماس اون تاسیسات فرماندهی و کنترل، دپوهای تسلیحاتی و خیلی از پناهگاهاشو برده زیر مساجد، مدارس و بیمارستان‌ها. یعنی عملاً شما اگر اون اهرم گروگان‌ها و غیر نظامیان رو از حماس بگیرید، به احتمال زیاد پرونده حماس ظرف چند روز یا نهایتاً چند هفته بسته میشه. ولی خب چون الان حماس این اقدام رو انجام داده در زیر بیمارستان مثل اشرفا، خب کار برای اسرائیل سخت هستش. بنابراین باید ببینیم که اون راه حل اسرائیل برای اینکه بخواد اون حماس رو هدف قرار بده در بیمارستان اشرفا و این اماکن عمومی به چه صورت خواهد بود. و اما آقای در مورد حملات گروه‌های نیابتی، جمهوری اسلامی مدام ادعا می‌کنه که در این حملات به پایگاه‌های آمریکایی دخالتی نداره. چقدر این ادعا از دیدگاه شما قابل باور و امکان پذیر هستش؟ خب این واقعیت این هستش که از 17 اکتبر تا امروز نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی دست کم 64 بار به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله کردن. یعنی فقط دو بار آمریکا واکنش نشون داده تو این بازه زمانی. و جالب هستش که بین واکنش نظامی اول آمریکا یعنی 26 اکتبر و واکنش نظامی دوم آمریکا یعنی 8 نوامبر یعنی همین دیروز، یعنی یه بازه زمانی 13 روزه، 22 بار دیگه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به مواضع آمریکا در عراق و سوریه حمله کردن و آمریکا به نظر میرسه که نتونسته بازدارندگی حداکثری رو ایجاد بکنه یا نمیخواد بازدارندگی حداکثری ایجاد بکنه. در مورد موضع جمهوری اسلامی هم از یک طرف مقامات جمهوری اسلامی میگن که دامنه جنگ ممکنه گسترده تر بشه، گسترده شدنش اجتناب ناپذیره. از طرف دیگه این مسئولیت قبول نمیکنن و میگن که این نیروهای نیابتی مستقل عمل میکنن. اتفاقا خطر به نظر من اینجا هستش که اگر فرض بگیریم که این نیروهای نیابتی هم مستقل عمل میکنن یا بخوان آتش به اختیار عمل بکنن، اتفاقا خطر جنگ گسترده خواهد شد و عملا کار دست جمهوری اسلامی خواهد داد، یا خیلی راحت تر بگم کار دست ایران خواهد داد. چون اگر اقدامی انجام بده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که مثلا منجر به کشته شدن تعداد زیادی از سربازان آمریکایی بشه، وضع به نظر من بسیار بسیار خطرناک خواهد شد. و به نظرم میاد که وقتی این منطق بازدارندگی آمریکا معنا داره، یعنی حداقل بازدارندگی رو تونسته ایجاد بکنه الان، نه اون حداکثر بازدارندگی، منطق زمانی خیلی درست است که آمریکا مطمئن باشه که این واکنش‌های نظامی جمهوری اسلامی یعنی نیروهای نیابتیش در همین حد باقی میمونه. ولی هیچ گارانتی وجود نداره که جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتیش نخواد بازی با ریسک بالا انجام بده. احتمالش کم است ولی هیچ گارانتی نیست. به خاطر اینکه گارانتی وجود نداره، به نظر من آمریکا باید واکنش نظامی بزرگتری رو به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نشون بده و احتمال داره که در روزهای آینده چنین کاری رو بکنه. بله، ممنون از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک.